کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی شروع به کار کرد، اما بگومگاهی زیادی از بحر عمل کرد، بی‌طرف بودن و استقلالیتیان نگرانی‌های زیادی را به دنبال داشته است. در این میان نهادهای ناظر بر انتخابات هم این کمیسیون را سیاسی عنوان می‌کند و به این باورند که قادر نخواهند شد تا ظرف 3 ماه آینده اصلاحات بنیادی را در نظام انتخاباتی به وجود آورند. کمیسیون باید در یک پروسه باز به پیش برد. دسترسی جامعه مدنی، رسانه‌ها در جلساتشان، فعالیت‌هایشان، کارکردهایشان اینا به همه باز باشن، بطور که انتخابات یک پروسی ملی است، روند اصلاحات هم به پروسی ملی است و به این خاطر اگر اینا در داخل درهای بسته کار خود انجام بدن، من فکر نکنم کمک کنه به اعاده اعتماد مردم. هرگاه کمیسیون بتواند بی‌طرف عمل نماید، ولی طرح و پیشنهادات آنان از ضمانت اجرایی از سوی حکومت برخوردار نباشد، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و فعالیت‌های آن صرف جنبه تئوریک خواهد داشت. این نهادهای جامعه مدنی تأکید دارند باید عمل کردین کمیسیون زیر دید همگان صورت گیرد. با مشوره با نهادهای مشاهدی ملی اگر اجراءات و یا هم مشوره بتن مناسب خواهد بود، چون تمام یادداشت‌ها و مشوره ها از طرف نهادهای مشاهدی ملی حاضر هستند که برای اینا بسپارند. در این حال میگویند اگر سران حکومت بی‌طرفانه از این کمیسیون حمایت کنند امکان اصلاحات وجود دارد. در غیر آن کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در این مدت قادر خواهد شد تنها یک طرح پیشنهاد ارائه کند.